درود، وقت بخیر. من آرش آذرمی هستم. در 12 دقیقه آینده با اقتصاد هفته با شما همراه خواهیم بود. در هفته ای که گذشت حسن روحانی از چشمانداز مثبت اقتصاد ایران گفت، ولی گزارش‌های مراکز مختلف دولتی از رشد اقتصادی منفی و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران حکایت داشت. جدال دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه 1400 ادامه یافت و رئیس بانک مرکزی و نهادهای دولتی روایت‌های متفاوتی از نحوه تأمین کسری بودجه دولت ارائه کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد نرخ بیکاری واقعی تابستان بیش از 2 برابر نرخ رسمی بوده و فعالان صنفی حوزه کارگری از افزایش سبد معیشت خانوار کارگری به ماهیانه 8 میلیون تومان خبر دادند. رها باوند نگاهی کرده به مهمترین خبرهای اقتصادی در هفته اخیر. ما یک چشم‌انداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال 1400 داریم. از یک طرف آب، برق و گاز رو مجانی کرده و از طرف دیگر در رشد و توسعه در بسیاری از مسائل مهم ما خودکفا هستیم. ارز و بر مبنای 11,000-11,500 تومان ما مد نظر قرار دادیم که ارزش پول ملی ما بره بالا. مرکز آمار ایران اما اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در تابستان منفی 0.2% بوده است. سازمان برنامه و بودجه هم پیش بینی کرد اقتصاد ایران طی سالهای 1399 و 1400 در مجموع 2.7% کوچکتر می شود. آمار نشان می دهد به دلیل فرار سرمایه و کاهش شدید تشکیل سرمایه، سرمایه گذاری در سال 98 به کمترین میزان خود در 15 سال اخیر رسیده است. اسحاق جهانگیری هم کاهش سرمایه گذاری را نگران کننده خواند و از بخش خصوصی خواست برای جلب سرمایه گذاری خارجی برنامه ریزی کند. کسری بودجه از طریق فشار به بانک مرکزی تأمین نشده؟ امسال نشد. هیچی؟ امسال نشد. مرکز پژوهش‌های مجلس اما اعلام کرد عمده کسری بودجه سال 98 از محل پایه پولی و با برداشت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی تامین شده که تأثیر خود را در تورم بالای سال‌های 1398 و 1399 نشان داده است. گزارش عملکرد بودجه 99 هم نشان می‌دهد در سال جاری بیش از 6 برابر میزان مجاز از صندوق توسعه ملی برداشت شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم می‌گوید امسال فقط 19000 میلیارد تومان از ناترازی بودجه از بانک مرکزی تامین شد. شما ارز در دسترس نداری؟ بله. تبدیل می‌کنید با پول چاپخونه. اشکال نداره. حالا مقاومت منم اینه، چرا ناراحت میشن؟ من مسئول ارزش پول ملی هستم، باید مقاومت کنم. ولی فاش ندم به ما دیگه، میگم همتی نمیده. نه. این بودجه اولین کار مشترک مجلس 11 و دولت 12. متاسفانه در این چند ماه ما نشده کار مشترک انجام بدیم. ادامه واکنش ها در مجلس به لایحه بودجه 1400. نایب رئیس مجلس گفت بعید است بتوانیم اصلاح ساختاری بودجه را در لایحه 1400 عملیاتی کنیم. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم اعلام کرد بدتر از این نمیشد بودجه نوشت. 190000 میلیارد تومان از منابع بودجه وابسته به یک فضای تخیلی است. و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم نوشت بودجه 1400 بودجه رکورد هاست و بیشترین کسری عملیاتی و کمترین سهم مالیات در آن پیش بینی شده و خواستار رد کلیات لایحه بودجه شد. رئیس مجلس در پی ابلاغ نشدن قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی از سوی رئیس جمهور این قانون را ابلاغ کرد. بر اساس لایحه بودجه 1400 45% منابع پرداخت یارانه باید از فروش نفت تامین شود و واکنش محمد باقر نوبخت به خبر حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده. که اگر شرایط طوری باشه که حذف ارز 4200 فشاری روی قیمت‌ها وارد نکنه و ما بتونیم کنترلش بکنیم، میتوانیم با این 2-3 برابر یارانه معیشتی رو افزایش بدیم برای سال آینده.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد با در نظر گرفتن خروج نیروی کار از بازار، نرخ بیکاری در تابستان امسال به 18.5% رسیده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم می‌گوید کارگران و خانواده‌های آنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و نزدیک به 15 میلیون کارگر رسمی در کشور وجود دارد. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است دستمزد کارگران باید حداقل 35% افزایش یابد و هر 6 ماه یک بار بازنگری شود. یک مقام صنفی کارگری هم گفت سبد معیشت خانوار کارگری به ماهانه بیش از 8 میلیون تومان رسیده است. یعنی 1.5 میلیارد دلار مثبت شده در واقع تراز تجاریمون. سخنگوی گمرک این سخنان را عجیب خواند و گفت آمار تجارت 8 ماهه نشان می‌دهد این تراز نه تنها مثبت نیست بلکه حدود 1.7 میلیارد دلار منفی است. اسحاق جهانگیری این هفته اعلام کرد که روند نزولی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نگران کننده است. همراه میشیم با رضا قرشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون که از نیوجرسی با ما هستند. آقای قرشی خیلی خوش اومدید. همینطور که در گزارش دیدیم آمارها بیانگر کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایرانه، اما رئیس جمهور چشم‌انداز اقتصادی رو مثبت می‌بینه، به خصوص در مصاحبه‌های متعدد بارها اعلام کرده که رشد بخش تولید و صنعت در ایران مثبت است. چطور ممکنه با کاهش سرمایه گذاری و کاهش تشکیل سرمایه ما شاهد رشد مثبت در بخش‌های تولیدی و صنعتی باشیم؟ بله، با سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. ببینید، لایحه بودجه یک سند سیاسیه نه اقتصادی، یعنی یه لیست خواست‌ها به قول اینجا یا ویش لیستیست که دولت میده، یک سری چیزایی میگه اینا رو میخوام اینجوری، و این کاریست که راجبش آقای روحانی صحبت میکنه. آقای روحانی این حرفا رو بر پایه یک فرض خیلی مهم میذاره و اونی که ایران به محض اینکه آقای بایدن رو کار بیاد برمیگرده به برجام و تحریمای آقای ترامپ لغو میشه، که خود این زیر سوال، برای اینکه آقای بایدن پرایورتی های دیگه ای داره، اولویت های دیگه ای داره، تازه بخواد هم توی مجلس اینجا توی منطقه عربستان اسرائیل مخالفن، گیرم که این بشه. فرض دومی که آقای روحانی میکنه اینه که به محض اینکه این کار شد ایران شروع میکنه 2.3 میلیون بشکه نفت در روز میفروشه، که بسیار فرض غیر منطقی و بیپایه است با توجه به امکانات ایران، با توجه به بازارهای نفتی، رقابتهایی که هست. اینا دلایلی است که ایشون اون خوشبینی رو اعلام میکنه. من میخوام یک کمی شیطنت‌آمیز یک فاکتور دیگه هم اضافه کنم، و اونی که ما وقتی میفهمیم که اینا واقعیت پیدا میکنه یا نه، که میشه اولین نمونهش حدود پاییز سال آینده، مهر سال آینده میاد، وقتی سازمان برنامه یک برآوردی میده که امسال مال سال قبل داد که خیلی از اون ارقام به اصطلاح پیدا نشد، از جمله اینکه درآمد نفتی 30% فقط به دست اومد. در وقتی که سال آینده این وقت سازمان برنامه یک برآوردی بده، آقای روحانی دیگه رئیس جمهور نیست، و من فکر کنم یه فاکتوری داره به اصولگرایان که به نظر میرسه حالا که مجلس رو گرفتن رئیس جمهوری هم خواهم گرفت، داره یه تیله میندازه پیش پای اون که دولت آینده جوابگوی این صحبت ها باشه. خب آقای قرشی، شما به نقش دولت و درآمدهای نفتی اشاره کردید و در واقع اینها فاکتور اصلی است در سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، اما آقای جهانگیری این هفته گفته که بخش خصوصی باید سرمایه گذاری خارجی رو جذب بکنه. چقدر این در شرایط فعلی اقتصاد ایران امکان پذیره؟ ببینید، سرمایه گذاری خارجی یک پدیده به شدت پیچیده و به اصطلاح متکی بر خیلی عوامله، به خصوص اگر سرمایه گذاری در بخش های تولیدی مثل صنعت باشه. برای اینکه سرمایه دار خارجی باید بیا سرمایهش رو چندین سال محبوس کنه اونجا و دنبال این باشه که سود ببره، به خاطر سود اومده. برای اینکه این کارو بکنه خیلی چیزا باید جا بیفته تا این بیاد. باید اطمینان باشه، باید تداوم باشه، باید شفافیت باشه، باید قانون باشه، که ما هیچ کدوم از اینا رو نداریم. و از اون ور، حتی اگه بخواد بیاد با یه اقتصاد غیر شفاف، رانتی، رشوه‌خواری روبروست،
که خیلی کارو مشکل میکنه. حالا اون دیگه به اصطلاح اون چیزای بوروکراتیک خود دستگاه، ارزی قیمتش مشخص نیست، تحریم ها، نپیوستن به FATF، همه اینا مزید میشه. من این رقم 0.9 که میبینم راجع به سرمایه‌گذاری خارجی تعجب می‌کنم اینا کی بودن که اومدن. یعنی شما وقتی به اینجوری نگاه کنید هیچ دلیلی نداره که کسی بیاد ایران سرمایه‌گذاری کنه. اطمینان نیست. فردا آیت الله پا میشه، اسخا پا میشه، فتوا میده که فلان فلان است. اینه که من شک دارم که بخش خصوصی بتونه، اگرم بخواد، اگرم بخواد نمیتونه، به خاطر اون فاکتورایی که خدمتتون عرض کردم. بسیار ممنون رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون که از نیوجرسی آمریکا با ما همراه بودید. در پایان نگاهی داشته باشیم به سرخط چند خبر از اقتصاد جهان در هفته اخیر. ممنون که با اقتصاد هفته همراه ما بودید. تا برنامه آینده، بدرود.